الله اکبر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب. آیات 7 و 8 از سوره مبارکه انشراح که خطاب به پیغمبر گرامی پروردگار متعال می‌فرمایند که هنگامی که از نماز فارغ شدی خود را به تعب انداز، یعنی ادامه کار رو بعد از نماز رها نکن، که اون دعا کردن و رغبت کردن به سوی پروردگار هست. و الی ربک فارغب، حاجات خود را از پروردگارت بطلب و امید خود را از غیر او قطع کن. در بحث نماز خب موارد بسیار بسیار زیادتر از اون چرا هست که در جلسات گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم، لیکن ما سعی کردیم که امهات مباحثی که می شود برای خانوم ها و آقایون در این زمینه مطرح کرد مطرح بشود و جزئیاتش به خود دوستان واگذار بشه که بتوانن یک فهرستی در دست داشته باشن که بتونن مراجعه بکنن خودشون در هر بحثی که خواستن. البته بحث فقهی نماز کلن ما وارد این قضیه نشدیم، به خاطر اینکه این بحث در همه رساله های عملیه مراجع عظام حفظهم الله اونجا موجود هست. هر کسی مقلد هر مرجعی هست میتوانه که به رساله اون مرجع بزرگوار مراجعه بکنه و اون چرا که میخواهد رو از نظر فقهی در اون رساله بیابد در واقع. اما اون چرا که حالا ما بیان کردیم، همونطور که عرض کردم، امهات یک سری مسائل اعتقادی و بنیادی درباره نماز بود که تو این چند جلسه خدمت شما تقدیم شد. اونی که باقی میمانه و مثل این چند جلسه گذشته در واقع چیزی هست که نیاز هست، نیاز جامعه ما هست که ما به دنبال اون بحث باشیم، بحثی است با این موضوع که سوالاتی پیرامون نماز میشود که این سوالات گاهی از طرف ماهواره ها و تهاجم فرهنگیه که صورت میگیره
و در اذهان هم می نشینه، ارتباطش میدن به بعضی از مسائل. گاهی هم هستش که سوالاییه که تو خود جامعه برای بعضی به وجود میاد، که ما اگر بخوایم یه موضوعی در پایان بحث نماز داشته باشیم، بگیم که یک سوالات وارده پیرامون مبحث نمازم اگر اون چند تایش که خیلی البته مهم هست رو پاسخ بدیم، انشاءالله این یک بحث مجموعه بحث مختصر و مفیدی پیرامون نماز انجام شده. در مورد این سوالات هم باز عرض میکنیم، سوال پیرامون نماز خیلیه، سوالات فقهیشو همه مراجع پاسخ دادن، سوالات دیگرش هم بعضی کتب رو من خدمت شما معرفی میکنم که میتوانید راجع به مسئله نماز به این کتب مراجعه بکنید و مطالبی رو پیرامون این قضیه از اونها در بیارید و جواب سوالایی که در ذهنتون هست رو بگیرید. اما اون سوالایی که خب یه مقدار جستجوش ممکنه مشکل تر باشه و یا به ذهن بعضی نرسیده باشه که در کتابی مطرح بشه و پاسخ داده بشه، ما سعی کنیم که اون چند تا سوالی که پیرامون این بحث هست رو مطرح بکنیم به این صورت و انشالله پاسخ اینها رو هم داشته باشیم. یکی از مواردی که ماهواره ها که علت تأسیسشون هم همین هست که اذهان رو مشوش بکنن و اعتقادات مردم رو مخدوش بکنن و در واقع بتوانن رو اعتقادات مردم تأثیر بگذارند، در واقع یکی از اینها هم حجمه به مسئله نمازه. گیرم وقتی که میخوان این کار رو انجام بدن مثل مسئله عزاداری ها میمونه. اولا سراغ نقاط ضعف میرن تو عزاداری ها، مثلا غم زدن، بعد از اونجا تهاجم رو شروع میکنن. در نماز هم سراغ یک سری مسائلی میرن که احساس میکنن که ملیت‌های مختلف رو اون حساسیت دارن. اولین سوالی که در این قضیه من مطرح میکنم این هست که شنیدم اینو تو ماهواره ها هم به نوعی میگن و بین مردم هم مخصوصا تو جامعه دانشگاهی ما این مطلب رواج داره، و اون این هستش که چرا نماز برای افراد غیر عرب، مثلا پارسی زبانان یا حالا ترک زبانان، آذری زبانان یا زبانهای ملیتهای دیگه، چرا اینو باید به زبان عربی بخونن؟ چرا نمیتونن این رو به زبان فارسی بخونن؟ چرا نماز به زبان عربی اصلا نازل شده؟ ما نماز رو به زبان فارسی بخونیم، اگه ما فارسی نیستیم چرا دنبال عربها بریم؟ در این جهت هم یه مقدار بستش میدن کلام رو و میگن که عرب ها که اینطور هستن، عرب ها که اونطور هستن، عرب ها که اینقدر مثلا بعضن جنایت کردن، مثلا خیانت کردن، و خیانت و جنایت بعضی از عرب ها رو تعمیم میدن به کل اعراب، و کم کم خود پیغمبر و خود ائمه هم علیاذ بالله قاطی این قضیه میکنن و هدف اصلیشون هم در واقع مخدوش کردن چهره نورانی پیامبر و امامان هست، اما از این طریق وارد میشه. حالا سوالشون اینه که اینا وقتی میاد تو یک جامعه دانشگاهی مطرح میشه، یک دانشجو اینو مطرح میکنه، یک جوان مطرح میکنه، خب میاد میگه آقا مثلا با یک حالتی، بعضن هم خب از ما اینجور هستیم که سوال وقتی مطرح میکنیم یه جوان مثلا 25 ساله با همون غرور جوانی خودش میخواد مثلا سوال اعتقادیشو مطرح کنه، بعضی از اینایی که میخوان پاسخ بدن به ایشون بر میخوره، یعنی خوششون نمیاد و لذا در بد و عم به این جوان مثلا میگن که برو آقا این حرفای کفرآمیزو نزن، یا مثلا بهش میگن تو مرتد شدی آقا برو دیگه این حرفا رو زشت اینجا نزن، مثلا فلان این حرفای خوبی نیست، کارهای دیگه بکن، به جاش بیا این کارا رو کنین. ولی به هر حال این سوال تو ذهنش هست، این جوان میگه که آقا من چرا باید نماز رو به زبان عربی بخونم؟ چرا به زبان فارسی نخونم؟ یا به زبان دیگر نخونم؟ هر کس این سوال رو از شما کرد، که یک دانشگاهی هم رفته بودیم برای سخنرانی، اونجا هم این سوال یکی از دوستان کرد، یکی از جوانها کرد، بلا فاصله من این پاسخ رو بهش دادم، گفتم که پسر خوب، جوان خوب، عزیز دلم، شما میفهمین که نماز رو به چه زبونی بخونیم؟ یعنی به نظر شما خدای تعالی به چه زبونی باید این نماز رو نازل میکرد؟ گو به زبان فارسی. گفتم اون وقت عربا اعتراض میکردن که چرا نماز به زبان فارسی نازل شده، بعد ترکام جمعیت زیادی دارن، اونا هم تعصبشون بیشتر از عربا نباشه، کمتر از اونا نیست، اونا اعتراض میکردن چرا نماز به زبان ترکی نازل نشده.
لورا هم بالاخره بخشی از جامعه هستن، میگن چرا آقا نماز به زبان لوری نازل نشده. یک دنیا ما زبان و ملیت و فرهنگ داریم، همه اینها خلاصه انگلیسا، آلمانا که خیلی تعصب دارن و آریایی هم هستن، خودشون آریایی الاصل میدونن، آلمان ها، جرمن ها و تعصب جرمنی دارن در واقع، اونها هم میگن آقا چرا زبان به زبان آلمانی نازل نشده. اینه که به هر زبونی بنا بود که نازل بشه، فرهنگ و ملیت دیگر به اون زبون و اون فرهنگ قطعا اعتراض میکرد. این یک جواب نقضی است البته، اما در مسئله جواب حلی این قضیه که چرا نماز به زبان عربی نازل شده، چند تا پاسخ بسیار ساده و روان هست که من خدمت شما عرض میکنم که این رو میتونید یادداشت داشته باشید و هر جوانی، هر شخصی تو فامیل، اقوام، خویشان به شما مراجعه میکنه بتونید این پاسخ رو خیلی راحت بهش بدید. یه وقت خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، ایشون خودش تعریف میکنه که من در جایی بودم منبر رفتم، بعد از منبر یک افسر زمان شاه آمد پیش من گفتش که آقا، حاج آقا، گفتم بله، گفت چرا نماز به زبان عربی ما باید بخونیم؟ یعنی اون موقع این سوال بوده و خیلی نکنی سوال تازگی داره، اصلا بیشتر این سوالات همه مال بعضیش صدها سال پیش هم حتی هست. گفت چرا باید ما این نماز رو به زبون عربی بخونیم، چرا به زبون فارسی نمیتونیم بخونیم؟ ایشون سوالی رو داده بود، دیده بود که ایشون نظامی هست، پاسخی رو بهش داده بود در جواب این سوال که دیدیم نظامی هست. یک ببینید چه درجا و بلبداهه در واقع چقدر زیبا بهشون پاسخ داده بود. ایشون گفته بود که شما وقتی که صبح جمع میشین به عنوان صبحگاه در اون مکان خاصی که هستید، اونجا وقتی میخواییم پرچم رو مثلا بالا ببرید، پرچم ایران رو بالا ببرید، این سرودی که میخونید به چه زبانی میخونید؟ گفته بود که ما به زبان فارسی هممون این سرود رو میخونیم. گفته بود خب مگه ملیت ها، فرهنگ های مختلف بین شما نیست، چرا به زبان دیگه ای نمیخونید؟ گفته بود آخه سرود ملی ایران هست، همه ای ایرانی ها باید که این سرود ملیشون داشته باشن. گفت هر کس خب به زبان خودش بخونه. گفت حاج آقا جان نمیشه، هر کی هر کی میشه اونجا ما بگیم سرود مثلا ایران رو بخون، هر کی بگه مثلا، یکی میگه ای ایران، یکی همین جمله رو به ترکی میگه، یکی مال خوزستان اومده اونجا داره سربازی میکنه به عربی میگه، یکی دیگه به لوری میگه. گفت این که دیگه خیلی در هم بر هم میشه که دیگه نمیشه حاج آقا جان. آقای فلسفی بهش فهموده بود که نماز سرود اسلامیه، شارع مقدس هست، همه مسلمان ها باید یک سرود یکسان و یک نواخ و یک جور داشته باشن که به اون بتونن که اتحاد و انسجام خودشون رو حفظ کنن. هر کس یک مسلمان رو میخواد بشناسه، به نمازش بشناسه. وقتی به یک زبان شروع میکنه که نماز میخونه، هم بدونه که همه اینها مسلمان هستن. اما اگر هر کدوم اینا به یک زبان نماز رو شروع کنن بخوندن، در واقع هیچ کس نمیفهمه که اینها مسلمون هستن، چون اینا دارن به زبون خودشون یک سری چیزهایی رو میگن و یک حرکاتی رو انجام میدن. اما اگه همه به یک زبان، اگرچه دارای فرهنگ و ملیت‌های مختلف هستن، به یک زبان نماز رو بخونن که همون زبان عربی هست، در واقع همه میفهمن که این مسلمونن و این متحدتر و منسجمترشون میکنه اینها رو. این رو آقای فلسفی در پاسخ به این بنده خدا گفته بود. اما اون مطلبی که پاسخ حلی این قضیه است که در جلسات گذشته ما بهش اشاره کردیم در بحث عبادت، اون پاسخی است که همه ما باید این پاسخ رو در واقع بدانیم که برای هر کس که این سوال یا امثال این سوال ها رو میکنه، یه پاسخ بنیادی و ریشه‌ای داشته باشیم که بگیم. در بحث عبادت ما در جلسات گذشته برای شما تقریبا نیمه تفصیلی صحبت کردیم که عبادت چیست و عابد وقتی میخواد معبود رو اطاعت بکنه و عبادت بکنه، باید ببینه که معبود از او چگونه میخواهد، یعنی از عابد چگونه میخواهد که او رو اطاعت بکنه. ما معبود را به گونه ای اطاعت و عبادت بکنیم که معبود از ما خواسته، نه به گونه ای معبود رو اطاعت بکنیم که دلمون میخواد یا هر جوری که خودمون میخواد. معبود پروردگار متعال هست،
از ما خواسته روزه بگیریم، به چه صورت؟ به صورتی که خودش فرموده. این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندید، این زمان امساک کنید، این زمان افطار کنید. ما حالا میتونیم بگیم آقا خب این که الان که آفتاب غروب کرد، حالا تا مغرب شرعی هم 10-12 دقیقه که بیشتر نیست، همین غروب آفتاب ما میخوریم دیگه. دلیلش هم اینه، یه دلیل هم خودمون براش بتراشیم، چون بین بعضی ها متاسفانه این مسئله رواج پیدا کرده که اگر ما دلیل کار حکم خدا رو پیدا بکنیم، خودمون اون دلیل میتونیم در واقع انجام بدیم عبادت رو، در حالی که اینطور نیست. مسئله عبودیت برای یک عابد، برای یک بنده در واقع 100% تعبدی هست. تعبدی یعنی چی؟ یا به عبارت دیگه که میگن احکام خدای تعالی، عبادت خدای تعالی توقیفی است. توقیفی یعنی وقفی. یعنی چی؟ یعنی اون جوری که پروردگار دستور داده. حالا این دستور به ظاهر عقل ما میرسه یا به ظاهر عقل ما نمیرسه، یا اصلا عقل ما کلن ظاهر و باطنش به اون نمیرسه یا میرسه، فرق نمیکنه. اونجاش که رسید رسید، اونجاش که نرسید نرسید. بسیاری از مسائل و شاید بگیم همه مسائل احکامی، اگرچه در کتبی مانند کتاب علل و شرایع آمده دلیل هایی رو برای این ذکر کرده، ولی این دلیل ها خیلی هاشم که شما میخونید میبینید دلیل های کافی نیست، یعنی یا بعضیشون ما نمیفهمیم. چرا همه و همه اینها و هر چی کتاب هم در این زمینه چاپ بشه همواره با این مشکل مواجهه؟ چرا؟ برای اینکه اون حکمتی رو که معبود برای بنده در نظر گرفته، اون حکمت رو بنده بنا نیست ازش سر در بیاره که آقا برای چی من این کار رو انجام بدم و برای چی این کار انجام ندم. اگه اون حکمت خودش در نمیورد که دیگه بهش عبودیت نمیگفتن، بندگی نمیگفتن. بنده یعنی کاری را که مولا و معبود به او میگوید بدون کم و کاست و با گفتن یک چشم و سمعن و طاعتا اطاعت میکنم، اون کار انجام بده تا این بشه عبادت، به این بگن عبودیت. در بحث نماز ببینید، معبود از من و شما خواسته نماز رو 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت به جا بیاریم. این نمازها رو آهسته بخونیم، این نمازها رو بلند بخونیم، به این سبک رکوع کنیم، به این سبک سجود بکنیم، به این سبک قنوت بکنیم، به این سبک فلان سوره رو بخونیم. از میان 114 سوره قرآنی فقط سوره حمد ما میتوانیم که در آغاز نماز بخونیم. اگر سوره حمد نخونیم نماز باطله، چه عمدی چه سهوی. اینها همه و همه دستورات معبود هست به عابد، یعنی به بنده، که آقا اینجوری شما شروع کن نماز خوندن. در واقع اگر ما بپذیریم که معبودی وجود داره و ما باید عبادتش رو بکنیم، دقت بکنید، اگر ما بپذیریم عقلن که معبودی وجود داره و ما به عنوان یک عابد میخواییم عبادت این معبود رو بکنیم، باید چیکار بکنیم از نظر عقلی؟ از نظر عقلی باید هر دستوری که این معبود میده ما به عنوان عابد به جا بیاریم. یعنی نوع عبادت، کیفیت و کمیت عبادت رو معبود مشخص بکنه، نه من عابد. این خیلی درد سرها رو ایجاد کرده، یعنی چون ما نمیفهمیم بعضی وقتا و یا نخواستیم که بفهمیم که اگر ما معبود رو انتخاب کردیم ما شدیم عابد، ما نباید برای معبود نوع عبادت رو مشخص بکنیم، کمیت و کیفیت عبادت مشخص بکنیم. معبود باید برای ما کمیت و کیفیت عبادت و نوع عبادت رو مشخص بکنیم. نماز هم همینطوره. میگه آقا نماز به چه زبانی باید خونده بشه؟ این سوالو یه وقت یه کسی میکنه که اصلاً به خدای تعالی، به معبود، به عبودیت اعتقادی نداره. اصلاً پاسخ این سوال هم براش لازم نیست. دانستن این سوال، پاسخ این سوال براش لازم نیست. چرا لازم نیست؟ برای اینکه این شخص اول باید اعتقاد به خدای تعالی پیدا کنه،
دوم اعتقاد به پیغمبرش پیدا بکنه، سوم اعتقاد به اون چرا که این پیغمبر از جانب این خدا آورده پیدا بکنه، بعد یکیش هم نماز اون چرا که پیغمبر از جانب خدا آورده، بعد ما میایم باهاش بحث بکنیم. دقیقا مثل این میمونه که کسی، دقت بکنید، کسی به مسئله توحید اعتقادی ندارد، در باب معاد داره از من و شما سوال میکنه. مثلا میگه آقا یعنی چه که میان توی قبر از کسی سوال میکنن؟ ما بارها این مطلب رو عرض کردیم که به طرف مخاطب شما باید بگی آقا شما اصلا اعتقاد، چقدر اعتقاد داری و به چه چیزهایی اعتقاد داری؟ به وجود خدا اعتقاد داری؟ به پیغمبر اعتقاد داری؟ به ما جاء به نبی، یعنی اون چیزی که پیغمبر از جانب خدا آورده اعتقاد داری؟ به کدوماش داری؟ به کدوماش نداری؟ الان ما به معاد هنوز نرسیدیم که ما یه وقت درباره پرسشی که از همون میشه، پرسش کننده در مسئله توحید مشکل داره، ولی تو اصلا جواب دادن مسائل معادی او اصلا از نظر عقلی هم کار درستی نیست. یعنی شما باید بشه که آقا فعلا اینجا رو شما داشته باش، نمیخواد اعتقاد پیدا کنی که تو قبل چی از تو میپرسن چی از تو نمیپرسن، اصلا نیاز نداره به این اعتقاد داشته باشی. شما باید بیایی مرحله به مرحله جلو، از توحید بیای جلو، ببین به چه چیزهای اعتقاد داری، در واقع معتقدات تو چیست، بعد بهش پاسخ بدی. اون کسی که اما سوال میکنه نماز رو به چه زبانی، یعنی به چرا به زبان عربی ما باید بخونیم، در واقع ما باید ببینیم معتقدات این چقدره. اگر به همه این چیزا اعتقاد داره، تا سر نماز و اعتقاد داره، خود نماز هم اعتقاد داره، میخونه، حالا میگه آقا به چه زبونی و چرا به زبون عربی باید ما بخونیم نماز رو، اون موقع ما بهش پاسخ میدیم که آقا نماز یک عبادته، همیشه عبادت را معبود مشخص میکنه برای بنده، نه بنده برای معبود مشخص کنه، معبود برای بنده مشخص میکنه که نماز چه نوع باید به جا آورده بشه، کمیتش و کیفیتش. وقتی این مشخص شد این خیلی ساده است. هیچ عبادتی نیست که عابد برای معبود مشخص بکنه، معبود برای عابد مشخص میکنه که نوع عبادت، کمیت و کیفیتش به چه صورت بشه. ولذا اون میگه آقا نماز رو من معبود اگر تو میخوای عبادت مرا بکنی، من دارم بهت میگم که نماز باید به زبان عربی خونده بشه. من و شما اگه عابد باشیم باید بگیم آقا چشم، اگر که نه میخوایم به دل خودمون هر جوری میخوایم عبادت بکنیم، اونو دیگه بهش عبادت نمیگن، اونو بهش میگن یه کاری که من دلم خواسته امروز برم کله پاچه بخورم، دلم میخوادم امروز سر کار نرم، دلم میخواد امروز برم شنو کنم، دلم میخواد امروز برم پیاده روی، دلم میخواد امروز رخت خوابم پهن کنم بگیرم بخوابم، همه اینا دل بخواهیه. و دلم هم میخواد که امروز مثلا وردارم یه چیزی رو، کتابی رو بگیرم دستم، عروش به فارسی نمازی بخونم، اینا همه ممکنه کار خوب باشه، ممکنه کار خوبم باشه، ولی عبادت نیست تا زمانی که معبود پای این عبادت رو امضا چی نکنه. این یک مسئله ایست که برای همه عبادت ها یک پاسخ بنیادی است و یک پاسخ ریشه ایست. یعنی راجع به هر عبادتی شما صحبت بکنن با شما، بگن آقا فلان عبادت، روزه رو چرا اینجوری میکنیم، نماز رو چرا اونجوری میکنیم، خمس رو چرا باید اینجوری بدیم، زکات رو چرا باید اونجوری بدیم، اینجا چرا باید اینقدر حجاب داشته باشیم، این یه عبادت، حجاب هم یک عبادت، نوعش، کیفیتش، کمیتش رو خالق و معبود مشخص میکنه ولا غیر. این تا اینجای قضیه. اگر این مطلب درست جا بیفته برای عزیزان، تمام پرسش ها در این زمینه با همین جواب ریشه‌ای و بنیادی قابل حله. اگر درست جا نیفته، باید رو همین پاسخی که من گفتم بارها و بارها باید کار بکنیم و مرور بکنیم تا برامون جا بیفته، بتونیم جاهای دیگه پاسخگو باشیم. این یک سوال. سوال دوم که در مورد نماز می شود، گفته میشه که آقا اگر ما نمازی رو که خوندیم و این نماز نقصی درش داشت، که در همون دعای تعقیبیه نماز هم که بعد نماز گفتیم دعای بسیار زیبایی است که الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجة منک فیها ولا رغبة منک ولا لا لحاجة منک الیها ولا رغبة منک فیها الا تعظیما و طاعتا و اجابتا لک الی ما امرتنی به،
این تعقیب نماز که گفته میشه که پروردگارا این نمازی که من خوندم نمازی نیست که تو بهش نیاز داشته باشی و تو بهش رغبتی داشته باشی، فقط من دارم میخونم که دستور تو که خواندن نماز هست رو رعایت کرده باشم، به خاطر این من دارم میخونم، به خاطر اینکه تعظیم کرده باشم تو را، اطاعت کرده باشم تو را، وگرنه این نماز من به درد تو نمیخوره، تو هم رغبتی بهش نداریم. همون بحث اسقاط تکلیف که انجام دادیم. بعد میفهمد ادامه این تعقیب که ان کان فیها خلل او نقص من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی و تفضل علی بالقبول. میفرماید که اینو شما بگید، بگید که خدایا اگر در این رکوع و سجود من خلل و نقصی بود، تو از روی اون آقایی و جودت و اینکه اکرم الاکرمین هستی به نماز من نگاه کن و قبولش بکن، خللهاشو خودت جبران بکن، نقایصش خودت جبران بکن. حالا اینجا سوالی پیش میاد که آقا چگونه میشود اگه خود ما به عنوان یک عابد خواستیم خللها و اون منافذی که تو نمازمون هست که این باعث نقص در نمازمون شه ما جبران بکنیم؟ اینجا یک بحثی داره به نام نوافل، یعنی میگه آقا در پاسخ میگه شما میتوانی با نوافل خلالها و نقائص نمازت رو جبران بکنی. ببینید یک حدیث هست من برای شما میخوانم، میفرماید که مدرکش اول من بخونم، مستدرک الوسائل جلد یک صفحه 177 میفرماید نماز نافله جبران کننده نواقصی است که در نمازهای واجب است. در حدیث دیگر در کتاب قصار الجمل میفرماید اونجا که صدقه ایست، مثل صدقه ایست، یعنی کار نیکی است که انسان میپردازد، یعنی صدقه ای که انسان میپردازد نماز نافله مثل اون. اون چیزی که ما بهش کار داریم که در قرآن هم اومده که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، سوره اسراء آیه 79، در واقع میفرماید که اگر شما میخواهید که نمازهایی که خوندید این نواقصش و خللش از بین بره، با نوافل اون خلل و نواقص رو پر بکنید. با نوافل. نوافل یعنی چی؟ اصولا در باب نافله میفرماین که نافله اون چرا هست که زیادی هست، یعنی عربی هم ما بهش میگیم فضل، زیادیه، جزوه اصل کار نیست، زیادیه بر اصل هست. بعد از نماز میگه که آقا نافله، میگه نافله چجوریه؟ میگه که نمازهای نافله ما داریم، ما نمازهای مستحب خیلی زیاد داریم. اینو میتونی یادداشت بکنی، یکی از اون کتبی که اول بحث عرض کردم مال ملا محسن فیض کاشانی هست، 8 در بهشت، الان فارسی خودش هم نوشته، اول که من اینو فارسی نوشتم که همه تون استفاده کنن. تقریبا مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه، میدونید که یکی از علمای بزرگ ما بوده دیگه، ظاهرا الان قبرش هم در کاشان باشه، ایشون این کتابو که 8 در بهشت نوشته، تمام نمازهای مستحبی رو تو این کتاب جمع کرده، هر چی نماز مستحبیه. من میتوانم تقریبا به شما بگم 99% نمازی نیست که تو این کتاب نباشه، حالا اون 1%شو میذاریم ممکن آره یه چیزی باشه قلمش افتاده باشه، همه رو جمع کرد. نوافل هم یکی از نمازهای مستحبی است، اما نوافل فرقش با نمازهای مستحبی دیگه چیه؟ نوافل انجام می شود برای پر کردن اون خلل و نواقص نماز، نه نواقصی که باعث ابطال نماز ها. اگه نماز ابطال بشه با نوافل پر شدنی نیست، لکن نمازی که واجباتش انجام شده درسته، خللش نه، مثلا من این نماز نفهمیدم، توجه نداشتم، تمرکز نداشتم، رکوع و سجودم مثلا اونچنان که خودم اون رغبتی که پروردگار بکنه نیست، اینو میتونم با نوافل پرش بکنم. نوافل نماز صبح 2 رکعت نافله داره، مثل نماز صبح، قبل از نماز صبح، نماز ظهر 4 رکعت، 4 تا 2 رکعت، 8 رکعت قبل از نماز ظهر داره، نماز عصر 4 تا 2 رکعت 8 رکعت قبل از نماز عصر داره، مغرب 2 تا 2 رکعت 4 رکعت بعد از نماز مغرب داره،
نماز عشا یه دو رکعت نشسته که بهش میگن وتیره بعد از نماز عشا داره، که این نافله با نماز واجبه. نوافل کارش اینه، یعنی خلل و نقایص نمازها رو پر میکنه. حالا اینجا یک توضیح هم من عرض بکنم بعد اینکه شما یک صلواتی میفرستید. سوال اینجا میشه که آقا این نوافل اولا در مسافرت، در مسافرت این نوافل غیر از نماز عشا و مغرب، بعضی هم نماز صبح فرمودن، ظهر و عصر نافله ای نداره، ساقط، خود ظهر و عصر نمازش اصلا شکسته است، نافله هم نداره. اونو به رساله ها میتونید مراجعه کنید، اونجا دریابید. سوال میشه که آقا این نافله ها رو ما یه وقتی نشستن میتونیم بخونیم؟ بله نشستن میتونیم بخونیم. سوره سورم بعد از سوره هم لازم نیست بخونیم، هیچ مستحب بینم درش نمیخواد مراعات بکنیم. نافله رو در حال حرکت میشه خون؟ بله. تو ماشین نشستی میتونی نافله بخونی، با اشاره میتونی، با چشمت سجدهشو به وجود انجام بدی، رکوعشو انجام بدی، مشکلی نداره. داری راه میری به سمت مسجد، نافلت هم بخون و برو تو راه، هیچ مشکلی نداره. وضو باید داشته باشی. عرضه به خدمتتون که میشه آقا این نافله رو مثلا کمتر خون، ما الان وقت نداریم. از نوافل هر مقدار که شما میخوای بخون، از 4 تا 2 رکعت یه دونه 2 رکعتشو بخون، 2 تا 2 رکعتشو بخون، 3 تا 2 رکعتشو بخون. نافله صبح عرض بخدم بلند شدی میتوانی اون 2 رکعت قبل از صبح دیگه کوتاه کردن هم نداره، همون نشسته بخون، بعدم 2 رکعت استادت رو بخون. هر کس هم اینجا بخواد نوافل رو شروع بکنه، یک وقت نگاه کنه به 34 رکعت نماز، میگه اوه اوه چه خبره، با من نمیتونیم اینا رو بخونیم، ولی ما همین 17 رکعت هم موندیم توش، کجا با ول کن با اینا، بذار که ما همین 17 رکعت بخونیم، خدا رو شکر میکنیم. خود این ترس، عدم شجاعت در این زمینه خیلی از ماها رو از مسیر تکامل دور نگه میداره. انسان نباید در عبادت خدا بترسه، نباید بترسه، باید شروع کنه کمر همت بنده. یک سید بزرگواری بود، بهش گفتن که فرمودن که امیرالمومنین بعضی شبا یا هر شب 1000 رکعت نماز میخونده. انقدر به این اشکال کردن که آخه چجوری همچین چیزی میشه. حالا من نمیخوام اصلا در این بحث وارد بشم. این سید بزرگوار رفت یک شال بس کمرش، بنده خدا سنی هم ازش گذشت، تو نجف گفت آقا یه شب امتحان میکنیم. ایستاد به نماز، 1000 رکعت نماز رو در 4 ساعت خون، چون مستحباتش رو نمیخواد، قنوت نداره، سوره نداره، ذکراش بسیار مختصر، نافله اینجوری. ما نباید بترسیم، و کسی که میخواد شروع کنه برای نافله خوندن نباید بریه از نماز ظهر نافله شروع کنه بخوندن. میگه آقا کمر و دست افتادم دیگه، بعدش باید زنگ بزنیم اورژانس بیاد ببرتش بیمارستان. این باید از نافله وتیره شروع بکنه، یعنی بعد از نماز عشا همون دو رکعت نشسته ای که هستش، یه الله اکبر میگه، یه رکوع و یه سجود و اینا، از اون شروع بکن. اول یه هفته دو هفته این نماز بعد از نماز عشا، این نماز وتیره رو بخونه، این بدن عادت بکنه، بعد شروع کن یه دو رکعت بین نماز مغرب و عشا به عنوان نافله مغرب بخونی، یه هفته می دو رکعتی بخونه، بعد دو تا دو رکعت نماز مغرب بین نماز مغرب و عشا بخونه، بعد بره سراغ اون وقت نوافل دیگه. صبح بلند میشه یه خود مثلا بشینه اون دو رکعت نماز اول نشسته بخونه. تو انسان هم یه خود اصلا بعضی وقت هستش، بعضیا برای نماز صبح بلند میشن تو خواب نماز صبح رو میخونن، یعنی همینجوری تو خواب که هستن نماز رو میخونن. عرض به خدمتتون که بعد نماز تازه بیدار میشن که چیکار کنن چیکار نکنن. این بعد اینکه آدم بیدار بشه، اول دو رکعت نشسته نافله بخونه، بعد آماده بشه برای این کار. به هر حال نوافل این خواص رو دارن. این هم یکی. سومین سوال این هستش که آقا در بحث تعقیبات نماز، که در ذیل بحث نماز عرض کردیم، تعقیبات یعنی اون چرا که بعد از نماز به جای آورده میشه و فضیلت زیاد داره، یعنی مستحب. سومی سوال این هست که بعد از تعقیبات نماز چه چیزی خوبه که ما انجام بدیم؟ میدونید که همین آیه که اول بحث ما خوندیم، سوره مبارکه انشراح آیه 7 و 8، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. خب خطاب به پیغمبر میفهمد چون از نماز فارغ شدی، سلام نمازو دادی،
زودی بلند نشو برو، پیغمبرم بشین یک تعقیبی به جا بیار. یعنی چی؟ یعنی دنبال نماز یه مقدار دعا کن، یه مقدار از خدای تعالی چیز بخوا. چرا؟ یا رسول الله، به خاطر اینکه تعقیب نماز زیاد کننده روزی هست. دعای بعد از نماز به عنوان تعقیب نماز بهتر از نماز سنت هست، یعنی بهتر از نماز مستحبی هم حتی هست. خیلی خواص برای تعقیبات نماز هست. حالا این سوال میشه که چون ما نمیخوایم وارد بحثش بشیم، این آیه قرآن منظورم در مورد تعقیبات نماز ریشه قرآنی هم داره، نوافل هم که براتون از سوره اسراء خوندیم ریشه قرآنی داره، اینا ریشه قرآنی تعقیبات نماز. سنی ها اینا رو قبول دارن، فرق نمیکنه براشون، سنی و شیعه فرق نمیکنه، تو این زمینه مشترک هستن. سوال این هستش که بهترین تعقیبات برای من و شما که خب حال اون تعقیبات مفصل رو نداریم چیه؟ میفهمد بهترین تعقیبات یکیش بعد نماز به اندازه 10-15 ثانیه سجده شکره. میفرماید که سجده شکر بعد از نماز هر چقدر تونستی تو بعد از نمازت خدای تعالی رو شکر، بسیار فضیلت زیادی داره، بسیار فضیلت زیاد داره. حالا یا میگی شکرن 3 مرتبه، 4 مرتبه، 5 مرتبه، 10 مرتبه، 7 مرتبه، هر چی، یا میگی شکرن لله، یا حتی بگو عفن، بعد نماز سرتو گشتی به سجده بگو عفن، یا بگو حمدن لله، هر کدومشو بگی عرض به خدمتتون این که بسیار بسیار فضیلت داره به نام تعقیب بعد نماز. 10-15 ثانیه هم بیشتر نمیکشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که شیخ کلینی رحمت الله علیه تو کافی این رو مطرح کرده که حضرت فرمودن نزدیکترین احوال بنده به سوی خدای تعالی وقتی است که بنده در سجود باشد و خدای خود را بخواند. بعد حضرت میفهمد وقتی رفتی به سجده شکر اینها رو گفتی، حاجت خودتو بطلب، هر دعا که خواهی بکن که خدا بخشنده است و برآوردن هیچ حاجت برای او دشوار نیست. خیلی روی این سجده شکر ما احادیث بسیار زیادی هم داریم که در زمینه سجده شکر تو کتب معتبر، تو همون کتابم هم که گفتم براتون از ملا محسن فیض کاشانی، اونجا مطرح شده و دوستان میتونن مراجعه کنن. چون بنا به پاسخ مختصر به سوالات هست، نمیخوایم مفصل وارد بحث بشیم. یکی دیگر از تعقیبات نماز بعد از نماز که تو همین سوال سوم بخوایم پاسخ بدیم، تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستش که بسیار فضیلت زیادی دارد. تعقیبات از جمله تعقیبات مهم بعد از نماز هست که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو احادیث بسیار زیادی داریم و ریشه قرآنی هم دارد. در سوره مبارکه احزاب آیه 42 میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر الله ذکرا کثیرا، میفرماید که پیغمبرم به اینها بگو خودت هم همینطور یاد کنید خدای تعالی رو، یاد بسیار بسیار خدای تعالی رو یاد کنید. در ذیل این آیه در تفاسیر بعضن این مطلب رو آوردن که منظور از ذکر بسیار خدای تعالی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی هر کس بعد از نمازش تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگه، مصداق این آیه است که خدا رو بسیار یاد کرده. بعد میفرماید اونجا که تسبیحات به چه صورته، 34 مرتبه شما بلدید الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. بعضی کتب آوردن روایت که 33 مرتبه سبحان الله مقدمه بر الحمدلله است، لکن قول مشهور آوردن همین 34 الله اکبر، 33 الحمدلله، 33 سبحان الله. امام صادق علیه السلام میفهمد ما امر میکنیم کودکان خود را به تسبیح فاطمه سلام الله علیها، چنان که امر میکنیم ایشان را به نماز. پس آن را ترک مکن که هر که مداومت نماید بر تسبیحات مادر ما زهرا سلام الله علیها شقی و بدبخت نمی شود. این روایت بسیار معتبر از امام صادق علیه السلام است.
بعد امام باقر علیه السلام میفرماید هر کس تسبیح فاطمه سلام الله علیها را بگوید و بعد از آن استغفار کند، خدای تعالی او را بیامرزد و آن بر زبان صد است. چون 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله میشه چند تا؟ 33 تا هم سبحان الله میشه جمعاً 100 تا. حضرت میفرماید آن بر زبان صد است که ما میگیم 100 تا گفتیم، در میزان عمل 1000 تا پای شما مینویسن 1000 مرتبه، و این شیطان رو از شما دور میکنه و خدای تعالی رو خوشنود میکنه. خب الان آدرس اینها رو هم خدمتتون عرض میکنم. حضرت در حدیث دیگری از خود امام باقر علیه السلام یا از امام صادق علیه السلام میفرماید که تسبیح فاطمه سلام الله علیها را بعد از هر نماز خواندن بهتر است نزد من از آن که 1000 رکعت نماز بگذارند. نزد من امام صادق، در هر روزی، در هر روزی 1000 رکعت نماز بخونید در نزد من امام صادق مساوی با تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است. برو اونو بگو، تسبیحات حضرت زهرا رو. و ایشون میفرمایند که امام باقر علیه السلام میفرمایند که اگر چیزی بهتر از تسبیحات از زهرا بود، خدا به پیغمبر و پیغمبر اونو به حضرت زهرا یاد میداد، ولی پیغمبر اون رو آورد گفت این هدیه الهی است که من دارم از جانب خدای تعالی به تو یاد میدم، به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود. حالا آدرس ها رو من عرض بکنم، میتوانید رجوع بفرمایید. اولین مطلبی که ما خوندیم حدیث اول که شقی و بدبخت نمیشود در امالی صدوق صفحه 675 مجلس 85 حدیث 16. سومین در واقع اون مطلبی که خوندیم از امام باقر که شیطان رو دور میکنه، اون رو هم در ثواب الاعمال صفحه 148. حدیث بعدی باز از امام صادق علیه السلام خوندیم که عرض کردیم که مساوی با 1000 رکعت نماز هست، اونم در ثواب الاعمال صفحه 149، اونم که باز خوندیم که بهترش رو اگه میدونست خدای تعالی، یعنی اگر بهتر از این بود خدای تعالی به پیغمبر میدادن، در کافی جلد 3 صفحه 343 حدیث 14 هست. اما اینجا دقت بکنید، ما عمل رو انجام میدیم ولی گاهی هست که عمل رو خرابش میکنیم، یعنی فاسدش میکنیم. ما شیر رو میدوشیم، زحمتش رو هم میکشیم، ولی آخر سر مثلا مراعات نمی کنیم، یهو پوست دستمون رو میکنیم، یا مثلا جوشمون رو میکنیم، یا مثلا کار دیگه میکنیم، یا یه چیزی دم دستمون رو مراد نمی کنیم، میفته تو این سطر، همه این سطر رو نجس میکنه، فاسد میکنه، آب میبره. ما در اعمال عبادیمون هم تقریبا بعضی وقتا همینجوریم، روزه رو خراب میکنیم، نماز رو خراب میکنیم. تسبیحات از زهرا، آقا 34 متا الله اکبر میخواد الله، مگه مجموعش از 2 دقیقه بیشتر میشه واقعا؟ حالا این 2 دقیقه تو این زندگی ما چه تأثیر فلان و بهمانی داره که ما اینقدر روش حساسیم که آقا وقتمون تموم شد، ساعت نگاه میکنیم الان کارمون گره خورد، الان باید بانشیم بریم. 2 دقیقه شو شیطان نمیذاره در واقع، وگرنه ما میریم در محله کار میشینیم مش خبرین، نشستیم اونجا جوک تعریف میکنن، غیبت اونو میکنن، یه حرفی به یکی دیگه میزنن فلان، تو خونه میشینیم همونجا تو فلان. ببینید حکایت اون حدیث امیرالمومنین علیه السلام هست، حضرت فرمود که هر کی نمازشو اول وقت نخونه به هوای این که به دنیاش برسه، نه به نمازه میرسه نه به دنیاش. خیلی جالبه ها. اما شما، من و شما میخوایم تسبیحات از زهرا بگیم، خب درست بگیم الله اکبر 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 الحمدلله، میخوایم بگیم دلا 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 سبحان الله که دیگه تموش. اصلا بعضیا که دارن میگن توی مسجد آدم نشسته، ما فقط صدای فیس میشنویم تموش، این سبحان الله. خب تو که داری میگی درست بگو، بزن خاصیت خودشو به تو ببخشه، چرا خرابش میکنی؟ چرا فاسدش میکنی؟ اصلا نگو. فرمود که وقتی این تسبیحات تموم شد 100 مرتبه گفتی، شما 1 مرتبه بگو لا اله الا الله، خدا همه گناهانتو میامرزه. بعد شما شک میکنی، یعنی شیطون نمیذاره، اون شک و شیطون میرن چون مگه خدا میامرزه؟ مگه تویی که بخوای بیامرزی؟ خداست میخواد بیامرزه، تو که نیستی، تو بودی من و تو بودیم نمیامرزید، من و تو اگه بودیم که بندمون یکی دیگه بود این کارا رو میکرد هیچ وقت نمیامرزیدیمش، ولی من و تو نیستیم که میخوایم بیامرزیم.
بعد میگه خب پس بعدش ما بهشتی میشیم. بله بهشتی میشیم. گریه برای امام حسین میکنیم، آمرزه میشیم. بله بعدش ما بهشتی میشیم. ولی بدبختی ماست که اینو نگه نمیداریم، نگهش نمیتونیم بداریم، خرابش میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلسفی، وقتی انقلاب پیروز شده ایشون بالا منبر بود در حضور امام رحمت الله علیه، اونجا فرمود که آقا انقلاب تموم شد، انقلاب خیلی مهم بود شما انجام دادید، ولی مهمتر از این انقلاب نگه داشتن انقلابه، که حالا شیطون گولتون نزنه، 3000 میلیارد ندوزین، 124 میلیارد ور ندارین، این نرین دستتون تو بیت المال تا کمر تا نشین تو بیت المال. اینا مشکله، اون مشکل اساسی است. وگرنه خود اون خوب، انقلاب خیلی خوب، ولی بعدش مهمتر از انقلاب حفظ انقلاب هست. باید با چنگ و دندون نگهش داشت. مشکل نگه داشتن انقلاب مشکل خیلی مشکله. نگه داشتن این نماز، این استغفاری که من و تو کردیم، العفی که گفتیم، شکرن لله گفتیم، تسبیحات از زهرا گفتیم، لا اله الا الله گفتیم، نگه داشتنش مشکله. وگرنه آمرزیده میشیم، بلا آمرزیده میشیم. ولی اصلا خیلی شک ها از همینجا شروع میشن. چی میگه آخه چجوری خدا میامرزه؟ اولا تو نیستی بخوای بیامرزی، خداست، بعدم میامرزه، ولی بعدش تو میتونی اینو نگهش بداری، این آمرزشو از در همون مجلسی که اینجا شنیدی یا تو خونه یا محل کار که میری بیرون، همون بلافاصله شیطان یک نفر عرض بخوای زن نامحرمی میاره جلوی تو که ازت آدرس میپرسه، تو این نگاه میکنی خوشت میاد، همین نگاه کردی خوشت من همه آمرزش همش نصفش همه به این رفت. یک فردی یه وقت یک چیز خوبی رو بر من تعریف میکرد، میگم من یه روز تصمیم گرفتم اصلا به هیچ نامحرمی نگاه نکنم. میگفت از اون روزی که تصمیم گرفتم این کار نکنم، هر چیز هم بود میمد سوالاشو هم من میکرد، آدرس فلان جایی که کجاست، آقا شما سلام، میگه خیلی قشنگ، میگه من تا امروز اصلا زنا سراغ من نمیدادن، من میرفتم سراغشون، ولی میگه از روزی که من تصمیم گرفتم که دیگه این گناهو انجام ندم، میگه هر چیزم بود میاد آدرس شما هم میپرسه. این جدی دارم براتون میگم. میگه آدرس فلان جایی که کجاست، میگفت من تعجب میکردم. میگه خانم، میگه آقا سلام، ببخشید من مزاحمتون شدم و خیلی عذر میخوام، 1000 تومان پول خورد دارین شما؟ من گفتم 1000 تومان دارم. نشستم شب منم خونشتم، گفتم ببین خدای من میخوام یه کار بکنم، ببین نمیشه ها، نمیشه. شیطان نمیگذاره. نگه داشتن این تصمیمی که تو گرفتی این خیلی مهمه، باید مقاومت بکنی، باید پاش بیستی، وگرنه همینه که این واقعا داستان خوبی رو بر من تعریف میکرد، خیلی جالب. میگو واقعا تا چند روز همینطور اینها میمدن، هرچی سوال میکردن از من میبرسن، نم چی چی و آنه. میگو تا عمرم من سابقه همچین چیزی نداشت. میگو از زمانی که این تصمیم رو گرفتم این مطلب برای من اتفاق افتاد. این هم یک سوال. سوال چهارم، یک صلواتی بفرستید. از امام صادق علیه السلام فردی سوال میکنه، این سوال خیلی هم هست، که آیا نماز را به صورت زیبا خواندن ریاست؟ فردی به نام عبید هست، همین سوال از امام صادق علیه السلام میکنه در بهار الانوار جلد 69 صفحه 301 حدیث 39. حضرت فرمود، در جواب فرمود، یعنی عبید اینجوری سوال کرد، گفت اگه شخصی که نماز میخونه و نماز رو قشنگ و زیبا بخونه، من دارم فارسیشو میگم، به هدف این که کسی که او را میبیند به او تمایل بکنه، حتی اینجور باشه، یعنی کسی که میبینتش بهش تمایل کنه، بگه آقا چه نماز خوبی و ما هم بریم نماز بخونیم. آیا این عمل ریا محسوب میشه؟ از نماز خوندن لذت داره، نه از این یه جوری بخونه که خودشو بنماینه به اونا، نه، طرف از نماز خوندن لذت ببره. حضرت محمود این از ریا محسوب نیست. سوال پنجم، تکرار اذکار قرآنی در نماز جایز است، مخصوصا حمد و سوره؟ امام کاظم علیه السلام میفهمند که من از پدر بزرگوارم امام صادق علیه السلام سوال نمودم آیا جایز است انسان نمازگزار هرگاه در حال قرائت حمد یا سوره به آیه‌ای برسد که در آن تهدید باشد، مثل این که بفهمد که عرض به خدمت که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، از عذاب خدا صحبت بکنه، گریه کند و آیه را تکرار نماید، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، که بخواد پناه ببره به خدای تعالی. حضرت فرمود هر قدر خواست تکرار کند و هرگاه گریه اش آمد اشکالی ندارد.
این هم در علل و شرایع جلد دو صفحه 14. سوال چندم شد تا اینجا؟ پنجم. سوال ششم. بعضی ها سوال میکنن که آقا علت گفتن سه سلام در پایان نماز چیست و سلام دوم و سوم خطاب به چه کسانی هست؟ سلام اول که مشخص، اولا این سه سلام، اول سلام اول خطاب به پیغمبر فقط. در روایات هست که آل رو هم در بین میگیره، در بر میگیره. سلام دوم میفهمد از سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که حالا معنی میکنیم. سلام سوم هم از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون دوتای آخر رو فقها ها میفرماین واجبه، یعنی از سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این دوتا واجبه. اگر کسی یادش رفت گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نماز خارج شد، بازم نمازش درسته، مشکل نداره. بعضی از فقها اختلاف کردن که با خود السلام علینا هم بعضن شاید این باشه در فتاویشون که نماز به اتمام میرسد، بهش میگن اصلاً تحلیل نماز، یعنی خاتمه نماز. اما حالا اون خود هر کسی به رساله مرجع خودش مراجعه میکنه، اما همه مراجع روی این متفق القولن که دو تا سلام آخر واجبه، اولی مستحب، اولی که خطاب به پیغمبر، دومی خطاب به کیه؟ در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه اونجا در باب صلات، سلام نمازو که ذکر فرموده، اونجا حدیثی رو از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام آورده از بعضی از معصومین صلوات الله علیه اجمعین، مبنی بر این مطلب که براتون عرض میکنم. میفرماید اونجا که حضرت میفرماید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، چون سلام در زبان، البته معنیشو اول من دارم میگم بعد بریم سراغ پاسخ حضرت، چون سلام در زبان و ادبیات عرب به معنی درود هست، دقت بکنید، و درود در زبان عرب هم برای آغاز دیدار گفته میشه هم برای پایان دیدار، یعنی وقتی عرب همدیگر ببینن میگن سلام علیکم، یعنی درود بر تو. جالب اینجاست که موقع خداحافظی هم همین رو استفاده میکنن، یعنی موقع خداحافظی هم به شما میگه علیک السلام یا السلام علیک، اونم یعنی خداحافظشون. افی امان الله و الی اللقاء و مع السلامه و اینا هم استفاده میکنن، اما از اینم استفاده میکنن. ولذا حضرت در مرحله ودا روز عاشورا وقتی تشریف میارن دم خیام حرم میفهمن علیکن من السلام، یعنی خداحافظی، یعنی من رفتم خدا حافظ شما، علیکن من السلام یعنی درود بر شما، یعنی این موقع خداحافظی، موقعی که میخوان ودا بکنن آخر مطلب هست، آخر دیدار، این برای خداحافظی هم به کار میره. پس دو جا به کار میره، هم برای آغاز دیدار هم برای پایان دیدار. بعد قاموس قرآن میفهمد سلام یعنی کنار بودن از آفات ظاهری و باطنی، سلام علیکم یعنی سلامت باد از جانب خدا بر شما. وقتی بعد امیرالمومنین میفهمد که وقتی ما میگیم که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی از جانب خدای تعالی داریم میگیم، یعنی بیان میکنیم که سلام و سلامتی از جانب خدای تعالی بر ما، چون خدا خواسته بر ما باشه که داریم نماز میخونیم الان، و بر همه بندگان صالح، بر همه بندگان صالح. این تفضل خداست که فرموده اونی که من بهت میگم و تو نمازت بگو، بگو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی این که سلام و سلامتی که خدای تعالی برای ما خواسته بر ما باشه و بر همه بندگان شایسته خدای تعالی. میگه خودت هم میشه کنار بندگان شایسته قرار بده، اشکال نداره، چون من بهت گفتم که خدا هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میفرماید که سلام بر ملائکه موکل که بر ما کرامن کاتبین هستن، خب، و بر همه ملائکه‌ای که نازل میشن، نماز صبح ما رو میبرن بالا، ملائکه شب میان، ملائکه روز میان، اینا همه با ما سر و کار دارن دیگه، خیلی ملائکه هستن دارای سمت‌ها و پست‌های مخصوصی هستن. میفهمد در پایان نماز یه سلام هم به اینها بده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی سلام بر شما ملائکه موکل، معذرت میخوام، موکل سعیه که عرض کردیم، یه خود سری داریم میگم چون وقتمون کمه، و
و سلام بر همه فرشتگان. جای دیگه فرمود که بر همه انبیا هم شما سلام میکنید. اینجا در سلام اول یه نکته ظریف و جالبیه. ببینید شما میگی السلام علیک ایها النبی، درود بر تو ای پیغمبر و رحمت الله و برکاته. خود پیغمبر هم دقت بکنید، خود پیغمبر هم این سلام رو میده یا نه؟ مسلما میده، چون مستحبه، حضرت همه مستحبات رو انجام میده. کی بهش دستور داده این سلام رو بگه؟ خدای تعالی. میگه آقا بر خودت هم درود بفرست. یعنی میگه پیغمبر هم نشسته وقتی داره سلام میخواد بده بیان میکنه که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. حالا اگه ما پیغمبر بودیم میگه آقا سلام، آقا ریا میشه، ما اهل این حرفا نیستیم پروردگارا، ما این کارا رو نمیکنیم، با من هیچ وقت نمیکنم، من قربان شما، من آقا شکست نفسی نکن بفهم. نه من خواهش میکنم، معبود عبادت را مشخص میکنه، پیغمبرم عابده. میگه به خودت سلام بفرست، نمیگه آخه من نمیکنم. مردم میگن آخه تو چقدر خودخواهی داری، به خودت سلام میفرستی، چقدر خودخواهی آخه بابا، نکن این کارو، خودت تعریف میکنی، به خودت درود میفرستی، من نمیکنم این کارو، سلام بده به خودت. چشم، معبود برای عابد که پیغمبر هست عبادت رو مشخص میکنه، میگه بر خودت سلام بده، بگو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. در تشهدم به همین صورت چی رو میرسونه؟ اینو میرسونه که نوع عبادت را چه کسی مشخص میکنه؟ پروردگار، معبود، نه من پیغمبر، معبود مشخص میکنه. میگه این کارو بکن، پیغمبرم باید بگه چه، چون پیغمبرم عابد، منم عابدم، باید بگه من، نه من دلم میخواد که نماز به زبون فارسی بخونیم بهتره، قرآن و فارسیشو بخونیم، عربیشو نه. خب اینو دیگه میشه عبادت نیست، میشه اعمال دل بخواهی، کارهایی که من میخوام انجام بدم. خب ما میخواستیم سوالای دیگر هم پاسخ بدیم، که آمین گفتن بعد از نماز، نماز رو باطل میکنه، احادیثش همه در بهار اینها آمده از ائمه ما. دست بسته خواندن، خود اهل سنت هم بعضن این رو قبول ندارن، دست بستن رو متاسفانه میخونن ولی خودشون هم بعضن قبول ندارن، میگن دست باید باز باشه. دست بسته هم نماز خوندن رو عرض کردیم، اصلا در زمان پیغمبر نه آمین میگفته بعد از حمدش، نه دست بسته نماز میخونده، نه در اذان از صلات و خیر و من النوم حضرت میگفته. اینها چیزایی است که بعد از پیغمبر درست شده و خود اهل سنت هم تو اینها با هم اختلاف دارن، اون مذاهب چهارگانه اهل سنت بعضا با هم دیگه اختلاف دارن، این قضایا دارن. ما می‌خواستیم اینها رو بگیم، متاسفانه فرصت نشد. اما اون چرا که براتون عرض کردیم، از جمله مثل سجده کردن بر مهر، که عین این کار زمان پیغمبر توسط شنهای ریز خود جابر ابن عبدالله انصاری که اهل سنت حدیث معتبری ازش نقل میکنن، شنای ریز رو میگرفت تو دستش، فشرده میکن، میذاشت زیر سرش و بهش سجده میکرد. اگر این کار شرک بود باید پیغمبر به جابر میگفت دست از این عمل شرکامیز وردار، ولی پیغمبر تایید کرد این عمل جابر. حدیثش هم در کتب برادران اهل سنت ما هست، احمد حنبل در مسند خود چاپ بیروت جلد 2 صفحه 327 این حدیثی که من براتون عرض کردم اونجا نقل میکنه که اینها زمان پیغمبر به مهر سجده میکردن. مهر، حالا ما میگیم مهر، یعنی به خاکی چیزی فشرده میکردن، یا رو زمین، اصل زمین، یا اگه جایی اصل زمین نبود چیزی شنی چیزی میگرفتن روی فشرده میکردن، قسمتی از خاک رو فشرده میکردن روش سجده میکردن، و این رو خود اهل سنت هم مطرح کرده. ولی گرفتاری های ما بعد از پیغمبر در عبادات و احکام اسلامی از اونجا شروع میشه که مسئله دل بخواهی ها شروع شد. فلان کس آمد گفت آقا اینجوری خیلی بهتره نماز بخونیم. یکی یه روز صبح بلند شد از خواب، از خلفا گفتش که آقا اگه سرمونم بشوریم موقع مس کردن خیلی خوبه، اگه اینجوری آب بریزیم مثلا راحت تر هست، فرزن سرمونم بشونیم بهتره، پاهام رو میده بشونیم به عنوان مسحفا بهتر هست. اینا دیگه عبادت چی؟ نیست، چون معبود مشخص نکرده. این رو من خلیفه 1، 2، 3 صحابه فلان اینها اومدن از خودشون دردن، این میشه کار صحابه، کاری که من به عنوان عبادت بخوام بگم این مطرح نیست. پس عبادت رو معبود مشخص میکنه، عابد باید چشمش گوشش به معبودش باشه، ببینه که چه نوع عبادت با چه کمیت و کیفیتی مشخص کرده اون رو انجام بده. این امیدوارم که این بحث مورد نظر باشه و انشالله همه دوستان
توجه کرده باشن و استفاده لازم ازش بشه. و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.